من قبل از هر چیزی جا داره که تسلیت عرض کنم ایام شهادت سرول و سالار شهیدان حضرت کیانی. با پای راست توپ رو بلند ارسال میکنه به داخل محوطه خروج منادیان، اونجا تعادلش هم به هم خورد. نمای بسته اونها رو دیدید، پرتاب بلند به داخل محوطه جریمه. حالا خالد شفیع با پای چپ، یه موقعیت عالی برای سپاهان و مرادیان، توپ رو میگیره در حالی که خطا هم در خط دفاعی اونجا اجازه کار رو نمیده. فرزاد جعفری حالا یه توپ به داخل محوطه جریمه و دوباره توپ رو میگیره مرادیان. با هم مرور کنید این ضربه سر کیروش زبیدی، بلند به داخل محوطه جریمه، اونجا نمیذارن که کاری رو انجام بدن. موقعیت قبلش خطا، ببینیم از این توپ چطور استفاده میکنن. بلند به داخل محوطه جریمه، یه لحظه سر خورد مرادیان. ببینیم کیفیت چمن ورزشگاه نقش جهان بهبود پیدا کرده یا خیر. حالا یه مقدار که کمتر کنده میشه، یه ضربه از راه دور تعلل میکنه کیانی، حالا فرار پشت خط آفساید. موقعیت هست داخل محوطه جریمه، ساسان پاس ارزی رو میده و نقطه پنالتی رو داور نشون میده. این پاس ارزی ساسان انصاری است و لحظه ای که اونجا بدین شکل پشت توپ، لحظه حساسی است. استنلی و گل برای سپاهان. جشن بگیرن. این ضربه کیروش استنلی سوارز هست، درست به جایی زد که نه تنها مرادیان بلکه هیچ دروازه‌بانی نمیتونست این توپ رو مهار بکنه. بهیرایی یه پاس پشت محوطه، یه پاس عمقی عالی، موقعیت برای زدن گل دوم و جلو میفته. با هم ببینیم این حرکت رو، حرکت کمان، این پاس عمقی آقایی اونجا بدین شکل دروازه رو باز کرد. گل رو باید به اسم آقایی بنویسیم. پاس عالی و طلایی محمدی، نگاه کنید بدین فکر کنم والی زد. با هم ببینیم این صحنه رو. مهدی زبیدی، شیمبا پشت محوطه، تو سر توپ عالی شیمبا و نیازمند. حالا توپ رو بلند ارسال میکنن، موقعیت نیازمند، او هم در تیم فولاد بازی میکرد و به سپاهان اومد. در اون سمت ایران پوریان، یه حرکت زیبا، ایران پوریان عالی میزنه ضربه رو و واکنش بهتر از بیت سعید کلیدی رو هم جا گذاشت. و این ضربه که از سمت راست باید فرستاده بشه، توپ بلند از همه عبور میکنه، یه ضربه سر و توپی که گل شده یا خیر، به دست بازیکنم خورد فکر کنم. سال ضربه سر پورغاز اینجا بود که حالا با پای چپ ارسال بلند و توپی که بیرون میره. فوتبال هر اتفاقی میتونه رخ بده داخل محوطه جریمه. یه ضربه، موقعیت برای فولاد و یک از گل‌ها رو پاسخ میده تیم فولاد. باز شد، با هم ببینیم این حرکت و لوسیانو پریرا گل اول رو میزنه برای فولاد و اختلاف به حداقل میرسه. بیت سعید باز هم تاثیرگذار بود، کیانی نتونست اونجا راه توپ رو ببنده. گل سوم فصلش رو زد پریرا. به سایپا هم یه گل زده بود، به نساجی هم از روی نقطه پنالتی. یه بار دیگه با هم ببینیم لحظه‌ای که در خارج از خانه گل بزنه. ضربه کرنر از سمت چپ باید فرستاده بشه، بلند خطرناک. این توپیست که ارسال شد و نیازمند کنه ایران پوریان که امروز دقیقا تولد 33 سالگیش هم هست، محمد ایران پوریان. محمدی ارسال به داخل محوطه جریمه و
برای فولاد انجام میده داخل محوطه جریمه. موقعیت برای فولاد. شیمبا میخواست برگردون بزنه. شیمبا تو پس خط عبور کرده بود. نیازمند حالا یه موقعیت داره فراهم میشه. خبری از آفساید هم نیست. برخورد و داور دستور به محمدی رو دیدید. آفسایدی در کار نبود. نگاه کنید اینجا محمدی خیلی بهتر میتونست از این موقعیت استفاده بکنه. اصفهان 16 گل فولاد زده. این حرکت رو ببینیم از یاران فولاد. ارسال توپ به داخل محوطه و توپ از پارس جنوبی رو به پرسپولیس هیچ باختن در آزادی با نفت مسجد سلیمان 0-0 کردن. این موقعیت رو ببینیم داخل محوطه. یه ضربه و توپی که راهی کورنر شد. سعید آقایی و واکنش دروازه‌بان. حالا ضربه کورنر رو میزنن. موقعیت خطرناک. موقعیت بسیار خطرناک. عزت الله پورغاز این ضربه سر خود شفیع بلند به داخل محوطه جریمه. موقعیت خروج دروازه‌بان. گل سوم. گل سوم برای سپاهان. بازی میکرده. نگاه کنید این پرتاب بلند. این ضربه سر و این ضربه سر ساسان انصاری که نتیجه رو 3-1 میکنه. پورغاز هم تاثیرگذار بود. خروج اشتباه مرادیان و دروازه‌ای که باز میشه. پرتاب‌های خالد شفیع یک گل رو به امراه داره برای سپاهان. فصل گذشتم که در ذوب‌آهن بود روی این پرتاب‌های خالد شفیع امیر قلعه‌نویی بیت سعید میزنه. واکنش نیازمند. حالا در برگشت یه ضربه دیگه. برخورد به مدافعین و توپی که راهی کورنر میشه کار رو نداد. ببینید این ضربه واکنش نیازمند. خوب زد ضربه رو بیت سعید. این توپ برگشتی بود که خروج مرادیان. دوباره سر خورد. دوباره سر خورد. به نظر من اگر توپ به سپاهانی ها میرسید. حالا ضربه آزاد رو بلند میفرستن به داخل محوطه و توپ از کنار دروازه بیرون میره. بعد به نام ساسان انصاری هم اشاره بکنیم که البته او فقط در فولاد گل زده بود. به سپاهان امروز هم که دیگه داخل محوطه جریمه. محمدی کمان یه موقعیت. ایران پوریان موقعیت عالی. پاس به بیرون ایران پوریان و ساسان انصاری سه گله شد با گلی که امشب زد. یه موقعیت و حداقل 3 دقیقه خواهد بود. حالا ضربه رو میزنن خطرناک به سمت چارچوب. این بار دیگه بیت سعید نزد. بین تماشاگران پرشور سپاهان در این سمت موقعیت برای فولاد داخل محوطه. رضا میرزایی و نیازمند